ما در این تاریخ مملکتمان فتنه ها بسیار داشتیم، مثلا فتنه مغول، فتنه نمیدونم تیمور لنگ، از این فتنه ها و گرفتاری ها و آدم کشی ها و قتل و غارت ها. اینها می اومدن، وقتی که خون ریزی ها تمام می شد و جنگ ها پایان می یافت، اینها می اومدن در سرد دلجویی مردم برمی اومدن، الیت جامعه رو جمع می کردن، دلجویی می کردن. همین مغول ها آدم میفرستادن، کسانی که از مزارعشون گریخته بودند بر میگردندند و به اینها کمک میکردند و این دانشمندان رو دلجویی و استمالت میکردند. اینها از کنم که اگر یک دانایی در مملکت پیدا شود، حتی اگر دانایی و حد اقلی باشد، اصراری دارن که اون رو بکشن و از نظر اینها یک چاقوکش مسکرآباد و نمیدونم میدان شوش، این با ارزش است، میارزد به صد نمیدونم سیمین بهبهانی از دید اینها. به جهت اینها کارشان با جهالت و دروغ از ابتدا بوده، دینشان هم همین بوده. لازم نداریم ما آقا میخوایم چه کنیم اینها را، این چاقوکش به درد ما میخورد، آقا این حکومت ما را طولانی تر میکن. ما که میدانیم این دیگه شانس آخر است که پشت ما به دیوار است، اینها چاقوکش ها ما را نگاهداری میکنند، اینها ما را به زمین میزنند. یک ذره فرزانگی که چه خیلی لغت بزرگی است برای آخوند و دم و دستگاه آخوند و اینها. یک روزی فرمودند بزرگان اینها، من تو رو میکشم اگر بچه های تو هم نوکر ما نشوند، سر اونها رو میبرم آتش میزنم. اینا اون بخش از دینشون در اینا در جبین کریه اینها جلوه کرد. این همون صدر اسلام، حکومت مبارک صدر اسلام بود. هر چاقو کشی میامد و دزدی میامد که نمیپرسن آقا تو دزدی چاقو کشی چی کار هستی، نه خیر، شمشیر تو بیار در خدمت ما، شما جات در بهشته، بشارت بهش میدهیم به شما تا جایی که چاقوکش ما باشی. این خمینی وقتی آمد ایران، مردم بیچاره تشنه آزادی، عمدتا جاهل و روشنفکر جاهل و سیاسی جاهل، کمپلت جاهل، رفتن فرودگاه، این نگاه کرد این از اون بالا، این آقای عرض کنم آخوند پاچه برمالیده دروغو، گفت خب آقا محمد این مکه رو رفت با ضرب شمشیر چیز کرد و اینها چهار نفرم سر برید فلان، ما اومدیم این ایران. خب ایران هم جایگاه مجوسا میدونن اینا، اینا ما رو که مسلمان نمیدونن که، این آخوندها نان ایران رو میخورن اما ملتش رو نفت میکنن. گفت که خب من دنیا رو باید بگیرم، حالا الله هم که پشت سرم هست، شروع میکنم از روسیه، اول عراق رو ما شیعه میکنیم، این حکومت مقتدر اسلامی رو گسترش میدیم، بعد عربستان رو میگیریم، بعد اسرائیل رو میگیریم، روسا رو میگیریم، بعد میریم آمریکا و کشور غربی رو میگیریم، الله هم که دنبال ماست در جنگ بعد. اینا 300 نفر بودن، اونا مثلا 1000 نفر، حالا 300 نفر اونا همش بازرگان بودن، اینا یک مش آدم های گرسنه، یک چشمه عرض کنم که بر اثر این دزدی ها و جنگ و غارت ها و اینها وارد شده بودن به کار، ایدئولوگ هم بودن. کشته بشیم میریم به بهشت، بکشیم هم میریم به بهشت. خب سه تا آدم اینجوری پیدا کنیم میشه باشه لشکر شکست داد. فرشتگان کمک کردن، فرشتگان در جنگ بعد فرشتگان کمک میکردن. مولا علی میفرماید ما به هر کس شمشیر میزنیم به گردنش، گردنش میپرید، جان ما خرد میشد، چون فرشتگان هم کمک ما میکردن. غافل شده که مستی آدم کشی گرفته بودتش، اونجوری تو سر مردم میزد مولا علی، خالق از کنم این کهکشان ها و لنگر زمین آسمان، عکسش هم هست برید نگاه کنید. این هم گفت با ما که کمتر نیستیم که، آقا ما توپ و تفنگ هم داریم، این اونا اگه گدا بودن و با غارت روزی زندگی میکردن، ما اینجا چیز نفت میفروشیم و از بالاخره ثروتمند توی مملکت بوده، اینها رو میکشیم، پولاشون رو میگیریم، همین کارم کرد. از عراق شروع کرد،
گفت حالا تا کار عراق رو به انجام برسه یک پیغامی بدیم به این روس‌ها، شاید خودشون اومدن شیعه شدن. یکی قمم دست گرفتن و عرض کردن تو مسکو، اونجا شروع کردن به سینه زدن و اینا. این به بساط گدایی و فرومایگی و بدبختی رو ما در این مسکو و در این شهرهای لنینگراد هم گسترش میدیم. منم که امام جهان هستم جی میشم واقعا دیگه پیغمبر کل گیتی. حاصل این کار خدمتتون اخبارش هست، لازم نیست من بگم چی شد. در عراق این جام زهر رو سر کشید. روس ها هم گفتن آقا برید دنبال کار زندگیتون. این همین مرد سفیه رو، این عاملی، من هر وقت آقا رو میبینم واقعا خندم میگیره. خیلی چیز عجیبی بود. اگر روزی هزار بار بگیم و بخندیم کم گفتیم که این مردک رفته با این قیافه و این هیبت و این هیئت و این عمامه پلید و این عبای کثیف و این هیئت شیخکی باشه رفته از کاخ کرملین نشسته بگیم مش آدم مدرن، اصلا این چیزها رو قبول ندارم. امام ما رو فرستاده شما بیاید شیعه شید، اسلام بیارید، شیعش بهتر. البته گورباچف نگاه کرد این مردک دیوانه است حتما، باید اینو پهن بارش میکردن. چهار دست و پا از مرز میفرستادنش، گفتن آقا بریم به امامتون بگین دین مردم ما مربوط نیست. اجازه فرمایید که ما یک چند نمونه از مغالطات رو بررسی کنیم از نو دوباره، و اینا مطالبی است که باید مرتب گفت. و یک بخشی هم از مال الهند ابو ریحان به خدمتتون میخوانم در باب دروغگویان. این مغلطه یعنی استدلالی که درش فساد وجود داشته باشه، ما نتوانیم نتیجه گیری عقلی از آن بکنیم. میخوام خدمت شما عرض کنم که تنها مرشد، تنها راهنما خرد هست، جز خرد کسی نمیتواند مرشد باشه. بگردیم سریع. مغالطات اینها سابقه داشته در روزگار قدیم در فرهنگ هند به خصوص. اینها متفکران داشتن، آدم درست حسابی داشتن، تشخیص داده بودن منطق رو، اما مدون کسی نکرد. نخستین کسی که یک شبه به این نتیجه رسیده است و کتابی عظیم واقعا شگفت‌انگیز، نگاه کنید به این ارغنون ارسطو، آدم یک ابهت کتاب و پیچیدگی مطالب کتاب آدم رو خاضع میکنه در مقابل علم مردی که 2000 نمیدونم چند سال پیش میزیست، 2000 قریب 2300 سال پیش. ارگانن، ارغنون یعنی ابزار و وسیله، چون منطق وسیله سنجش کلام هست. کلامی که منطقش سالم نباشه راهبر به جایی نیست، یا خرافات یا دیوانگی. هر وقت ما میگیم خلابان فرموده، این یک سخن فاسد و باطلیست، چون ما این دلیلی نداریم که خداوند چیزی فرموده. در واقع مطالعه منطق، منطق روزمره به خصوص، اولین اینها میگفتن argumentum ad hominem، که این همه به لاتین بوده، چون علم در اروپا به لاتین بوده است همه قرن 19 ها. باری یعنی حمله به شخص، یعنی حمله به شخص. به جای اون که ما ببینیم اون چیزی که گفته شده است آیا منطق سالمی دارد یا ندارد، یقه شخص رو میگید. مثلا یک کسی بگوید که این حکومت اسلام عزیز مایه جهالت و مایه گسترش نکبت هست، به جایی که نگاه کنیم ببینیم آقا سخن این درست هست و از کجا میفهمیم سخن این درست هست، تاریخ حکومت اسلامی رو نگاه کنیم، بگیم آقا این شکم گنده رو میگی، اون کچله مثلا، یا اون مجاهده یا اون کمونیسته، حمله میکنیم به این آدم. وقتی جوابی برای سخن ندارن و عوض این که یا حقیقت رو قبول بکنند، یعنی کسی که مورد این گونه سخن قرار گرفته یا مطابقش این اصطلاح قرار گرفته، به عوض اون که نگاه کنه ببینن آقا این منطق منطق صحیحی هست یا نیست، حمله میکنه به شخص. پس حمله به شخص اول، این داستان رتب خورده من رتب چون کند مغلطه دوم هست معمولا تو نوشته ها. مثل اینکه بنده بگویم که آقا این حکومت اسلام، حکومت دین، جز نکبت و ادبار و بدبختی و تعصب چیزی ندارد، شما بروید یه عکسی از بنده پیدا کنید با عمامه و عبا و چیز در فیزیه قم
بگو آقا این خودش آخوند بوده. این میگویند در واقع میشود گفت ترجمه کرد به رتب خورده منع رتب چون کند، این مغلطه خیلی خیلی بزرگی است. رتب خورده میتواند منع رتب بکند به شرط که استدلالش درست باشد. یه مغلطه کوکویی در واقع همون لاتین طرف جب خیلی مشکله، یعنی یه کسی بگوید که همین حرفی که زدم خدمتون که این آقا که میگوید فرض فرمایید که اظهار نظری در این باب میکند، خودش منتسب بوده به این جریان. مثلا یه کسی بگوید که آقا مثلا صرف دخانیات ایجاد ضرر میکنه، ایجاد سرطان میکنه، نمیدونم فشار خون چنان چنان، یه کسی عکس آقا رو بیاره میگه آقا خودش مثلا سیگار میکشه، بنابراین دکتر خوبی نیست. نه، هیچ دلیلی نیست. آقا ممکن است که این وزار این قضیه رو به جان خریده باشد، اما میداند که چیز مضر نیست و بیان بکنه. این دو مغلطه دومه. و مشهورترین مغالطات بهش میگوین در واقع استدلال مدور، یعنی شما از یه چیزی به یه چیزی دیگه آویزان میشوید در سوال و به جواب اقدام نمیکنی. به تناب پوسیده سوال میمانید. بهش میگوین سیرکولار ریزنینگ، سیرکولار این مدور، اصطلاحا مصادره به مطلوب گفتن. مثلا اینکه از یه آقای بپرسی که آقا تو چرا تو سر این آقا میزنی؟ خداوند فرموده این کافر من دارم میزنم. از کجا میدونی که خداوند گفته است؟ به خاطر که در کتاب آمده است. از کجا میدونی کتاب درسته؟ برای که خداوند فرموده. یعنی از خدا حواله میده به کتاب، از کتاب حواله میده به خدا، بدونی که استدلال بکنه که یعنی بفهمه که این کار غیر انسانی است. در واقع مصادره مطلوب مغلطه است که امری رو که ما بایستی ثابت بکنیم در سخن قرار میدهیم به بچه که گوییم کار انجام شده است. یعنی آخوند سر منبر میگوید خداوند تعالی میفرماید، این بایستش که آقا تو از کجا خدا رو شناختی؟ چگونه ثابت میکنی؟ که اصلا همچی پدیده هست یا نیست؟ یا اگه هست چگونه هست؟ ترم هایی که به کار میبریم هموطن مصطلحاتمون رو اول تعریف کنیم، نبافیم و برویم جلو. این سرگشتگی ما، گرفتاری ما این است که ذهن منظمی نداریم و خیلی سریع خیلی سریع به چاه مغلطه فرو میفتیم. تعریف کنیم این چیزها رو، یعنی چه اساسا تعریف کنیم، حدش رو معلوم کنیم. گوییم خداوند 124,000 پیغمبر فرسته، یعنی چه؟ این چه سخن مهملی است؟ یعنی چه این 124,000 پیغمبر فرسته؟ یعنی چه؟ کیا هستن این 124,000؟ شماردین، شماره کردید؟ به چه دلیل کسی میاد میگه من پیغمبرم؟ به چه دلیلی برای اثباتش داره؟ هیچ. پیغمبر یعنی چه؟ اگه خدایی باشه راضی به ما یاد داده است که این خلاف عدالته. پیغمبر بین دو گوش آدم جای داره، همتن اون خردی است که خاص انسان هست و در تمام این کهکشان ها و عرض میکنم تشکیلات گیتی شما بگردین چیزی به عظمت مغز انسان هنوز کشف نشده. کل این جهان هستی به اندازه مغز انسان عظمت نداره. این پیغمبر، این قاضی پیغمبره و این راهنماست و این کاشفه و این راه به روشنی میبره. از کجا میگه تو پیغمبری؟ معجزه دارم آقا، معجزه. هیچ کس معجزه رو ندید، هیچ شاهد عینی بر معجزه نیست، امکان ندارد معجزه. خب این کتاب رو الله داده است اینا، اگر میگوی برو مثلش را بیار. خب اینم مغلطه است. این چه جور مغلطه است؟ مغلطه مولا نصرالدینی. عرض کردم پیش از این من 10 بار اینا تکرار کردم. مولا نصرالدینی میخه طبیلش رو کوب بزن، بودن آقا مولا میان وسط زمین کجاست؟ میخه طبیل اولاغش رو کوبید، گوه همینجا وسط زمین میگیره، تو برو اندازه کن. یعنی وظیفه اندازه گیری و اثبات ادعا رو انداخته به گردن کسی دیگه. این مغلطه در واقع اثبات دلیل توسط دیگری است. چرا اینقدر
عرض کنم سخنان ضد بشری در این هست. چرا خدا اینقدر ظالمه؟ خدا این کتاب شما، حالا هر کدو هر کدوم از کتاب بگی یکی از اینکه بدتر انا، فکر نکنید که حالا خبری جا دیگه هست، اون انجیل اون تورات و اینها فکر نکنید خبریه، تمام جهالت. اینا هم مغالطه بوده. موقع انسان عصر جدید از این داستان ها بیرون آمد، اگر احترامی کرد یک انسان فرزانه عصر جدید به خاطر فرزانگی اوست،